بارز سلام خدمت شما بینندگان عزیز در خدمت شما هستیم با فصل سوم از برنامه مسیحیت و بدعت ها من محمد سانوی به همراه دوست عزیزم دکتر کشیش کیوان در خدمتتون هستیم کیوان جان سلام خیلی خوش اومدید به این برنامه ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید سلام عرض می کنم و باعث افتخار من هست که این فرصت رو داشتم که در این برنامه و فست های متفاوت مستیگت و بدعت ها همراه شما باشم همینطور سلام دارم خدمت شما دوستان و همراهان فست های مختلف برنامه مسیحیت و بدعت ها خب کمان جان اگر اجازه بفرمایید چون ما دیگه داریم به آخر فصل میرسیم و توی این مدت خیلی تاریخ ها خیلی اسامی به بینندگان معرفی کردیم که برای بعضیا مقدار تازگی داره اگر اجازه بفرمایید ما بیایم این برنامه رو اختصاص بدیم به اینکه در این فصل سوم راجع به چه موضوعاتی صحبت شد من اینا رو یادداشت کردم و میخوام از شما سوال کنم به طور مختصر برای ما صحبت های این فصل رو عنوان کنید اگر خاطرمون باشه ما راجع به شورای افسوس اول صحبت کردیم میتونید یه شمه از این شورا برای ما بیان کنید ممنونتون میشم خواهش میکنم شورای افسوس رو ما عنوان کردیم به این دلیل که در فصل سوم آغازگر اولین مناقشه مربوط به شخصیت و طبیعت‌های مسیح بود و فهمیدیم که از اونجا شروع شد که اسقف شهر کنستانتینوپل یا استانبول امروزی نستوریوس از به کار بردن کلمه مادر خدا برای حضرت مریم مقدس اجتناب می کرد و اون رو کلمه مادر مسیح به کار می برد و بعد فقط بحث لقب نبود از اینجا نشأت میگرفت الهیاتش که شخصیت مسیح رو شخص بین شخصیت الهی مسیح طبیعت الهی مسیح و طبیعت انسانی مسیح گویی چنان فاصله ایجاد میکرد در ذهن خودش و در الهیاتش <تصفيق> <تصفيق> که در عمل انگار مریم مقدس مادر انسانیت مسیح هست نه با یعنی مسیح های مسیح هست نه مادر کلیت مسیحی که خداست و تفاوت مکتب الهیاتی انتاکیه و اسکندریه که دو تا از مراکز بزرگ تولید کننده تفکر بود در جهان اون زمان بر این بود که اسکندریه که بیشتر با الهیات کلیسای روم به عنوان مادر کلیساها و اون غالب اندیشه مسیحی سازگاری داشت این بود که این کلام خدا بود که انسان شد نه اینکه ایسا یک ظرفی بود که کلام خدا اومد توش نشست درست. کلام به کاملیت انسان شد پس وقتی میگیم ایسا مریم مادر خداست یعنی مادر کلام خدایی که انسان شده این کلیت و این باعث شد یک شقاقی شد توی کلیسا که به اینجا رسید که گویی این ایسا یک شخصیت انگار اسکیزوفرنیه که داره دو شخصیته یکی کلام خداست یکی عیسی ای مسیحه و دو تا شخصیت کنار هم اومده اینها رو از هم جدا میکرد که شورای افسوس اومد به این پدیده پرداخت و بیشتر بحثش این بود که این مسیح یک وجود یگانه است که بعد نهایتا میبینیم که این بحث ادامه پیدا میکنه در اون شورای افسوس ایشون خل میشه نستوریوس و بر این آموزه سه گذاشته میشه که این شورا شورای سوم جهانی کلیسا است که اصطلاح توتوکوس یا مادر خدا یا حامل خدا برای مریم به کار میره به این عنوان که مریم مادر کلیت کلام خداست که انسان شده درست و اگر خاطر بینندگان عزیز باشه ما در مورد دو شخصیت عیسی مسیح صحبت کردیم که الله کلنگ نیست بله بله. که وقتی که الوهیتش داره کار میکنه انسانیتش بیاد پایین یا انسانیت که رفت بالا الوهیت بیاد پایین دوتا در کنار هم موازی با هم فعال هستند مرسی ما مورد راجب قاعده منافیزیست ها با هم دیگه صحبت کردیم یه مختصری هم راجب این بر ما تشریح کنید ممنون میشم خواهش میکنم این, این, این قائل ادامه جریان جریانی بود که در افسوس شورای افسوس کردن بهش بپردازن پس وقتی که بحث در رابطه با این بود که حالا مسیح دارای یک شخصیت واحد هست پس جریان این طبیعت های مسیح چی میشه اونجا بود که باز اشخاص مختلفی از در جاهای مختلف الهیات مختلفی رو می آوردن و بر این تاکید داشتند که این مسیح دارای یک طبیعت هم هست حالا که شخصیتش یکیه این طبیعت‌های مسیح هم تقلیلش میدادن به یک طبیعت به جای اینکه مسیح صاحب دو طبیعت هست و به عنوان مثال کسی که بحث از اون نشأت گرفت که باعث شد که ما رو برسونه به بهش ما بهش میگی منافسیت یا منافسایت یا, یا کسانی که سا... منافسیت یعنی صاحب یک طبیعت هست منافزیت ها اه, کسی بود به نام راهبی بود به نام یوتیکس که با ساپورت و حمایت اسقف اسکندری بعد از مرگ سر... سریل اسکندری که از پدران مهم به شورای افسوس بود که ر... در واقع شخصی بود که باعث تثبیت اندیشه اعتقادنامه در افسوس بود درست. سریل بود که وقتی که میمیره دیاسکوروس میشه اسقف جانش گزینش رو حمایت میکنه از اندیشه یوتیکس که میگفت مسیح طبیعت داره مونوفیزیده یک دونه طبیعت داره یک دونه هم شخصیت داره ولی این, این طبیعتی که ایشون بهش باور داشت انگار ترکیبی از دو تا طبیعت های بود می اومد این طبیعت ها رو با هم قاطی میکرد مثل در واقع قطره شراب که در اقیانوس بریزه می گفتش که طبیعت انسانی مسیح مثل قطره شرابی است که در اقیانوس ریخته بشه در واقع طبیعت الهی اینو خورده از بین برده اینو در خودش حل کرده وقت طبیعت الهی در اون چیزی که نهایتا میمونه نه دیگه آب خالیه نه دیگه شراب خالیه طبیعت سومی طبیعت سومی از ترکیب اینا در می آورد و این بود که در شورا و در واقع منوفیزیت ها این نوع نگرش رو بهش میگن که در واقع به یک طبیعت اعتقاد دارن که یه سری از کلیساها به این سمت رفتن اما در قائله افسوس کلیساهای معمولا شرق امپراتوری روم که بعضی از این شهرها میافتاد تو امپراتوری ایران باستان مثل ادسا مثل نسیبین و یه سری از کلیساهای انتاکیه رفتن به سمت اندیشه نسوری و کلیسای ایران رسما کلیسایی که اسخفش در شهر تیسفون سلوکی پایتخت ایران بود که سی کیلومتری بغداد امروز عراق است رسما عقاید نستوریوس رو پذیرفتن و نستوری شدن و نستوری نستوریوس که خودش به عنوان یک بدعتگذار معرفی شده بود کلیسای ایران با پذیرش این عقاید خودش رو در واقع از بدنی اصلی کلیسا کند و از طرفی هم کلیساهای مصر و اسکندریه رفتن عقاید منوفیزیتی یوتیکیس رو پذیرفتن درسته. که بعد این درش در شورای بعدی بهش رسیدگی بله. شد که شورای بعدی شورای قسطنطنیه بودش در این شورا چه مشکلی بود چه مناقشه ای بود و چه بیانیه اینها ارائه دادن بله البته قبل از اینکه ما برسیم به چند تا شورای قسطنطنیه بود. بله. بود شورای دوم قسطنطنیه بود شورای سوم قسطنطنیه بود ولی شورای که اصلی ترین هست این وسط یک شوراهای جعلی درست شد به نام شورای سارق که درش اومدن و اندیشه یوتیکس رو اینها به عنوان اندیشه درست پذیرفتن به عنوان اندیشه صحی در رابطه طبیعت ولی یک شورای تقلبی بود چون نامه گفتم اینو که قبلا توی برنامه اون که اون نامه توم که نوشته در واقع پاپ لئو بود و اندیشه راست دینی بود درش حاوی اون بود رو اینا حتی قرائت نکردن و و بعد می‌بینیم که قائله به جای رسید که سر چماقدارا با اسم مرگ اسقف قسطنطنیه شدن فلاویان در اون زمان قسط اسقف بود و این جریان به اینجا نهایتا کشید که مجبور شدن در یک شورای جدیدی در 451 در شهر کلسدن که توی استانبول امروزی هست بله. ولی اون زمان کلسدان شهری بود کلسدان چ... که نزدیک تنگی بسور بود یه شهر جدایی بود و جز کنستانتینوپول حساب بله. نمی شد ولی اگر... نزدیکش بله. شما استانبول در نظر بگی استانبول دو, دو قسمت آسیایی و اروپایی قسطنطنیه در اروپایی قرار داشت و کلسدان در آسیایی قرار, قرار داشت ولی الان صحیح. بله یک یه شهره بله. که صحبت کنیم که کدکوی کنونیه کدکوی بله خب اون موقع هم اسم چالسدون بود بله. که کالسدون ترجمه فارسیش کردن تو, تو این شورا این کانسل کانسل اف کالسدون یا همون کالسدون 451 اینها اومدن ماجرای طبیعت های مسیر رو حلش کردن و گفتن اه, که اندیشای یوتیکس قلطه اندیشای های نستوریوس قلطه اندیش های آپولیناریوس و دوستتیک ها قلطه، که میگفتن عیسی اصلا انسانیت نداره انسانیت نیست تمامش الوهیته و اتر... اتر... نظریات آریوس هم غلطه که الوهیت رو کلا زیر سوال می برد و یک ترکیبی رستن یعنی چهار تا بدعت رو اینا نفیش کردن اون چهار تا بدعت رو اینها در واقع به عنوان اندیشه غلط معین کردن که بهش میگیم definition of کلسدن یا همون بیانیه کلسدن میگه که این طبیعت های مسیح مسیح یک شخص یک شخصیت داره که عیسی مسیحه که کلام خداست انسان شده جسم گرفته و انسانیت رو گرفته و ایشون داره دو تا طبیعته طبیعت کامل انسانی طبیعت کامل الهی اوسیا یا اسنسش ذاتش ذاتش در واقع دو تا ذات داره ذات الهی ذات انسانی که اینا نه با هم میتونی مخلوطشون کنی نه میتونی جداشون کنی نه هیچ کدومشون تغییر میکنن و نه هیچ کدومشون از بین میرن نه جدایی پذیرن از هم نه تحکیب شدنی بلکه در با حفظ خصوصیات خاص خودشون با خصوصیات منحصر به فرد خودشون هر کدوم در یک اتحاد کامل در کنار هم قرار گرفتن در یک شخص واحد آیا هر کدوم از اینا میتونه در اون یکی دیگه تاثیر بذاره یا نه تأثیر پذیر نبود نسبت به همدیگه؟ دیگه تأثیر پذیر بود به این دلیل که حالا این تو شورای بعدی بهش رسیدن جا قائله مونو،, مونو تلیک یا مونو انرژیزم بله. یا تک اراده ای و یا تک انرژی تک نیرویی ولی که حالا اینها هر کدوم چه اراده و قدرتی دارن عملکردشون چه بحث شدایی بود ولی در رابطه با اینکه این ساخ ایسا یک طبیعت کامل انسانی داره یعنی ایسا جرزنکی و علکی و دروغی انسان نیست واقعا انسانه و واقعا خداست طبیعت الهی داره با خصوصیات انسانی الهی طبیعت انسانی داره با خصوصیات انسانی اینا نه با هم میکس میشن نه از هم جدا میشن نه مخلوط میشن نه ممزوج میشن نه از هم فاصله میگن نه تغییر میکنن هر کدوم خصوصیت خودشونو دارن اما اولویت طبیعت طبیعت الهیه که انسان شده خدا اومده انسان شده طبیعت ابتدایی الهی بوده که اومده انسانیت رو هم گرفته بله. مرسی مرسی از راهنماییتون اگر اجازه بفرمایید ما دقایق خواهش تنفس به بینندگان عزیز بدیم ممنون که همراه ما هستید چند دقیقه تنفس داریم و بعد مجدد صحبت رو ادامه میدیم مجدد در خدمت شما هستیم با برنامه مسیحیت و بدعت ها خب کیوان جان اجازه بدید راجب به تک اراده ای مسیح با هم دیگه صحبت کنیم این چه مشکلی در مسیحیت ایجاد کرد و چگونه کلیسا باهاش برخورد کرد پاسخ کلیسا معمولا به مناقشات مختلف وقتی که جدی میشد داشتن یه شورا بود شورای کلیسایی که اسقفان و ارشدان کلیسا و الهیدانان کلیسا بیان در بحث کنن ماجرای شورای کالسدون به راحتی حل نشد برای اینکه وقتی دو طبیعت رو قبول کردن گفتن خب حالا مسی یه دونه اراده داره یا دو تا اراده داره در مورد قدرتش در مورد اون عملکردش چی گفتیم که انرژی به معنای نیروی عمل کرده محرکه خدا در عمل بود و این قائله ای درست شده گفتن نه حالا مسیح دو تا طبیعت داره ولی یک اراده داره یک اراده فقط یک اراده داره و اینکه اون اراده الهیشه یک اراده داره این انسان این انسان خدای مسیح یک اراده داره و همینطور یک قوت نیرویی داره یک عمل کرده که خاصل از انرژی الهی باشه مونو انرژیزمه و مونوتلتیک هست و بعد یک شوراهای بعدی شورای پنجم و شورای ششم شورای کلستون شورای چهارم کلیسا بود بله. شورای پنجم و ششم به این مسئله پرداخت و اومد این رو به عنوان یک بدعت در نظر گرفت و ردش کرد و به این عنوان که نه مسیح صاحب درسته که دو تا طبیعت داره و صاحب دو تا اراده هم هست اراده کامل انسانی اراده کامل الهی و استناد میکرد پاپ آگاتو که اون در واقع قهرمان این ماجرا هست و بعد از لئو که در واقع قهرمان کلسدون به حساب میاد که عیسی مسیح میگه نه اومدم اراده خودم رو انجام بدم بلکه اراده پدرم رو پس از اراده خودش صحبت میکنه پس این نمیشه که یک اراده داشته باشه مسیح هم اراده الهی داره هم اراده انسانی داره درسته. اما اراده انسانی خودش رو مطیع اراده الهی پدر و اراده خود پدر که همان اراده الهی خودش هست میکنه پس حالی. این دوتا اراده ها هم در کنار هم عمل میکنن اگر اراده انسانی نداشته باشه و یا قوت عمل کرده انسانی نداشته باشه اون موقع باز هم میشه یه نوع تقلب چطور ما میتونه گناه جهان رو برداره چطور پس در همه چیز به مانند ما وسوسه میشه درست. اگه همه چیز الهی باشه دیگه وسوسه معنی نداره برای مسیح میگیم این الهیه ارادش ای پس میتونه جلوی وسوسه بیسته اصلا وسوسه بهش عمل کردی نداره بهش تأثیری نمیذاره ولی چون ایسا جلوی وسوسه ها میسته به عنوان یک انسان اعتماد میکنه به پدر اعتماد میکنه درست. به اون چ که در درونش هست حقیقتا میبینیم که دو تا اراده پس اونم یه دونه بدعت شناخته میشه و در شورای پنجم و ششم به این میپره که در واقع اینها چه شورای سوم چه شورا... در واقع چه شورای قسطنط کلسدون و چه شورای بعدیش شورای پنجم و چه شورای ششم اینا اکستنشنای ادامه های در واقع شورای افسوس هست دقیقا. که مو در واقع این سه چهار شورا داره بحث طبیعت ها و شخصیت مسیر رو حل میکنه که دو شخصیت یه شخص دو طبیعت, هی طبیعت هی. دو اراد هست، یه طبیعت دو اراده است یه اراده است دو قدرت هی. یه قدرت هست. به این مسئله میپرسه بعد ما راجع به مشکلاتی که در امپراتوری پارس ایجاد شد صحبت کردیم بله بله. که پیامبری ظهور کرد به نام مانی و یک معجونی به مسیحی ها داد که ترکیبی از مسیحیت و زرتشت و عرفان و بودایی و هرچی که بگی داخلش بود ولی در, در نهایت هم این مسیح بود که در رأس همه قرار داشت مختصر راجع به اینم برای ما ای توضیحاتی بدید در این ماجراهایی که در واقع در قسمت شرق اتفاق میفتر نظر الهیاتی میبینیم که ما با مسئله ارفانهای شرقی هم طرف هست ایمانی کسی بود که یک ادعای پیغمبری میکنه یک ایرانی سوریانی زبان هست که مسیحی هست از خانواده مسیحی یهودی اومد از یکی از این هایی که سایت بهش میگن از اون زمین اومده بود و ادعای پیغمبری میکنه میگه من پاراکلیت هستم من همون روح القدس هستم عیسی پیشرو من هست مثل یوحنا تعمید دهنده میگه منم عیسی هم, هم پیشرو منه درست اولویت داره ولی پیشرو منه و اینها هم جسدگری زن دارای سنویت بودن به یک جسم رو شریر میدونستان مادر رو آلوده میدونستان روح رو تعمید با مخالفت میکردن با ازدواج با رابطه جنسی مخالف بودن و اعتقاد داشت که عیسی اصلا در تر واقع انسانیت مسیحی رو تحت شعا قرار میداد و میگفت اصلا اون رنج نکشید چون خدا بود ایلومینیتر یعنی که عیسی روشنگره اومده که راه رو بده و از نظر نگاه مانویت دانش و نالج و معرفت راه در واقع رسیدن به خداست و گناه افکتی و تأثیری بر روی ذات نداره روی ذات بشر نداشته پس اینها هم یه سری ت... و تلفیقاتی داشت از بودیسم از هندویسم و خب قطعا قرائت‌های های غلط عهد جدیدی و عهد عتیقی و اینکه خودش رو پیامبر و صاحب الوهیت میدید در نوع آخرش در نهایت و بدعتی بود که میبینیم که میاد تو امپراتوری روم اثر میذاره حتی آگستین قبل از اینکه به مسیحیت بگروه تحت تاثیر امبروز میبینیم که آگستین هم حتی مانوی میشه ولی بعد توبه میکنه تو دهه هشتاد قرن چهارم سی سد و هشتاد خورده ای توبه میکنه و بعد ده سال رو بسیار زیاد مقالات زیادی که کتابای زیاد ده تا حداقل ده تا مقاله و رساله در رد مانویت مینویسه و اشاره میکنه که در اینجا مسئله گناه حل نشده مسئله ذات گناه آلود بشر حل نشده و اینکه افکت گناه مسئله اینکه ما باید توبه بکنیم و در توبه عوض میشیم و این جسم مسئله جسم گریزی و اینکه خب ما روح هستیم روح پاک جسم مهم نیست که چی هست برای اینکه جسم مال شریر مال دنیاست مال نیروی تاریکیه و این تقابل بین خیر و شر و مسئله اینکه انگار دو خدا وجود داره که خصوصیت خدایان ایرانی بود خصوصیت مذاهب ایرانی مثل زرتشتیگری مثل مانویت آیین میترا این مسئله سنویت یا جولزم تو انگلیسی بهش میگن جولیزم وجود داشت که این این رو توی مسیحیت وارد شده بود و درست. افرادی مثل آگستین و بقیه با این مسئله مخالفت کردن و درماش نوشتن اما شورای تشکیل نشد درست. فقط یکی از مناقشه های معروف بود که خیلی طرفدار در قرب پیدا کرد و تا جاهای زیادی از امپراتوری این رفت و حتی به چین هم رسید این مسئله مانویت در تمام قسمت شهر هم گسترده شد ولی بعد در توسط اسلام که اومد این ریشکن شد خیلی جالبه که ببینیم که این مناقشه ها این میاد یه چیزایی ریه که توی اون سرزمین هست توی اون جامعه هست قرض میگیره و داخل مسیحیت میذاره که تعم و بوی اون فرهنگ بده مردم راحتتر بتونن بپذیرن و ببینیم که چطور اصول کتاب مقدس رو اینا زیر پا میذارن یه مقدار راجب به دوناتیس برای ما صحبت کنید که این چی بود و, و چه بلاهایی سر ایمان مسیحیت آورده بود بله دوناتیزم یه اونم گفتیم که در این رابطه صحبت کردیم که وقتی که مسیحیان تحت جفا بودند بعضی از اونها رد کردن ایمان و کتاباش خودشون تعویض دادن کتاب مقدس ها رو به امپراتوری روم و سربازان رومی که اونها رو بسوزونن و بعد وقتی که روم مسیحی میشه اینها برمیگردن توبه میکنن برمیگردن دوناتوس کسی بود که یک، یکی از مسیحیان آفریقایی تباره یعنی اون اندیجنز بربر بهشون میگن یا همون بله. بربرها در شمال آفریقا اینا کسی بود که اومد مسیحی شد و دیدگاه های سخگیرانهی داشتن و اینها خودشون دنبال روی کردن از یک جریانی که به نام نواتین که اونها خودشون بدعت شناخته شده بودن و اینها نمیتونستن مسیحیان توبه کرده رو که یک زمانی سقوط کردن خصوصا در مسئله ایمان اعتراف ایمان اعتراف ب... ایمان سقوط کردن و اینا رفتن افرادی رو تحویل مقامات رومی دادن چه کتاب چه فروختن دوستای مسیحیشون تو جفاها نتوستن تعمل کنن که به بی... اینا از... میگفتن تو لاتین به اینا میگفتن تریداتور که کلمه تریتر توی انگلیسی از این اومده یعنی خائن <تصفح> گفتن اینها حالا که برگشتن اگر اینها برگردن حتی وقتی توبه هم میکنن کسانی که توسط اینا تعمید گرفتن کسانی که توسط این خادمینی که خیانت کردن دستگذاری شدن اون دستگذاری باطله میگه این سکرمنت همش باطله آین توبه، آین, آین اطراف، آین تعمید آین ازدواج ازدواج و به طور خاص دستگذاری و کشیشایی که اسقفانی که و جریان داستانش داره که یکی از این کسانی که خودش تریتر بوده خائن بوده اومده بود اسقفی رو در شمال آفریقا دستگذاری کرده بود میگفتن این اسقف دیگه مورد قبول نیست برای اینکه شخصی این رو دستگذاری کرده که خودش خائن بوده و دو تا کلیسای موازی به وجود اومد جریان دوناتیست در واقع جریانی بود که البته توی شورای به نام شورای آرلد اینا به عنوان ادعت شناخته شدن و آگستین هم بسیار در موردشون نوشت و با این جهان مخالفت کرد که و ما این بود که فیض خدا این فیض خداست که عمل میکنه وسیله هست و عمل میکنه نه در واقع نیکی و پاکی اون خادم خادم نیست که میتونه در واقع فیض خدا رو جاری بکنه این عمل کرد خداست عمید. من این دوناتیست ها یکی از بدت است که ما خوبه ما که از سرزمین ایران اومدیم افغانستان تاجکستان و تحت جفا هستیم مطالعه کنیم ببینیم که اونها چه کار کردن چون که هستند بین ما در ایران افغانستان تاجکستان در کشورهای اسلامی هند در هند در کره شمالی که تحت جفا انکار کردن مسیحیت و و خیلی نکته مهمی بود راجع به پلاگیوس یه مختصر برای ما صحبت کنید که کی بود و چی شد؟ یه دوباره یک ایشون هم یک فردی بود یک راهبی بود از سرزمین بریتانیا که میاد روم و میبینه فساد اخلاقی رو و بعد میاد در, در کارتج اونجا شروع میکنه تعالیمی میده در رابطه با اینکه ما باید خیلی باز هم نظام سختگیرانه ای هست اما ایشون رد میکنه در رابطه با اینکه گناه آدم تاثیرش بر خود آدمه و نسل بشر گناهکار نشده فقط ضعیف شده و انسان اراده آزاد داره و این اراده صدمه ندیده تو با انجام اعمال نیک و به قدرت اراده شخصی خود میتونی به سمت خدا بری و خدا رو بتونی نجات رو کسب کنی نیازی به فیض مسیح نیست فیض خوبه ولی لازمه نجات نیست و این هم بر مبنای سختگیری اخلاقی و بر این باور که اولا گناه افرادی قبل, قبل از مسیح هم بودن که بی گناه بودن هرگز گناه نکردن و افرادی هم بعد از مسیح هستن که اگر بخوان و اراده کنن میتونن بدون گناه زندگی کنن و نجات رو کسب بکنن که آگوستین باز هم اینجا اینا رو رد میکنه و میگه نجات تنها از راه فیض و اراده انسان بهش میگن توتال دیپراویتی کاملا مخشقچه دار شده و گناه اولیه نسل بشر رو منحرف کرده و بدون, بدون فیض خدا شخص نمیتونه وارد ملکوت خدا بشه نمیدونم فکر نکنم وقت داشته باشیم در مورد شورای هفتم که راجبه شمایل شکنا بود صحبت کنیم شاید تو برنامه بعد تو برنامه که بر... بندی میکنیم به اون ممنون از اینکه زحمت کشیدید این فصل رو در نیم ساعت برای ما خلاصه کردید واقعا دست در, در من که لذت بودم امیدوارم که مطمئنم بینندگان از ما هم لذت بردن واقعا ممنون تو هستین که همراه ما بودید شما رو دعوت میکنیم به برنامه بعدی که خلاصه ای از فصل بدعت ها رو ما با همدیگه بررسی کنیم ممنون از شما و همینطور از شما عزیز خداوند همراه شما باشه خدا نگهدار تا برنامه بعد